سلام من اوستا تلیا رازاده هستم و با پیشکش برنامه رویدات های این هفته خدمت شما قرار دارم در نخست سرخط چند خبر سقوط یک بال نظامی امریکا در افغانستان نشست رهبران سیاسی افغانستان در مورد طرح تازه برای مذاکرات سال ممنوعیت سفر مسافران از چین به افغانستان در پی شروع ویروس کرونا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و برگزاری نخستین نمایش خیابانی لباس در کابل. نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید کردند که یک طیاره امریکایی در ولایت غزنی در مناطق تحت کنترل طالبان سقوط کرده است. تحقیقات در مورد علت سقوط این طیاره جریان دارد ولی تا هنوز علت اصلی سقوط آن معلوم نیست. از سوی هم طالبان ادعا کردند که این طیاره توسط آنها سقوط داده شده است و تلفات آن را شش نفر گفتند. اما مقامات امریکایی میگویند که دو تن از نظامیان آنها در این رخداد کشته شدند و تیاره در پی آرزه تکنیکی سقوط کرده است گفته می شود که امریکایی ها برای نظارت الکترونیکی بر قلمرو افغانستان از سال 2005 به این سو از این تیاره ها استفاده می کنند این تیاره از سال 2009 تا کنون در افغانستان مستقر بود و مجهز با دستگاهی بود که وظیفه آن ایجاد و برقراری ارتباطات میان نیروهای اوایی و زمینی در جریان جنگ در مناطق دوردست و کوهستانی بود. شماره از رهبران سیاسی، سران احزاب و جریانهای مطرح سیاسی به شمول دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نشست مشورتی را برای ترتیب طرح تازه برای مذاکرات سال در منزل محمد محقق برگزار کردند. در این نشست اشتراک کنندگان تاکید نمودند که برای تامین صلح در کشور باید از تمام فرصت‌های پیش آمده استفاده شود و تا یک هفته دیگر طرح مذاکره با طالبان نهایی شود این نشست زمانی برگزار شد که رئیس جمهور غنی اخیرا در مجمع اقتصادی جهان در شهر داوز گفته بود که رئیس اجرایه و حامد هیچ طرحی برای صلح ندارد وزارت ساعت عامه افغانستان از سفیر چین در این کشور خواسته است که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در افغانستان از سفر اتبای چین و افغانستان که در کشور چین مقیم هستند به این کشور جلوگیری شود. بیشتر از دو هزار افغان در کشور چین من جمله شهر واهان منبع شیوع ویروس کرونا و دیگر شهرهای چین مشغول تحصیل هستند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که 62 شهروند افغانستان در شهر واهان چین گیر ماندند که شامل 55 دانشجوی و حدود 5 خانواده اند. وزارت خارجه افغانستان جهت کمک عاجل به اطبای این کشور جلسه اضطراری برگزار کرد. مسئولان در جمعیت الال احمر افغانستان می گویند که سالانه صدها کودک از اثر بیماری قابل درمان سراخ قلب به دلیل نبود تسهیلات جان می دهند. در حال آزر 5000 کودک مبتلا به بیماری سراخ قلب در الال احمر افغانستان ثبت و راجستر هستند. از این میان الال احمر اطفال که دچار بیماری های پیچیده تر هستند را به هندوستان جهت تداوی ارسال می نماید. سلیم بهرمند مسئول بخش سیهی این نهاد می گوید که تا حال بیش از 1600 طفل مبتلا به این مریضی جهت تداوی به هند فرستاده شده است. و این می گوید که لست منتظرین به حد طولانی است که ممکن سی درصدشان تا زمان رسیدن نوبت جانهایشان را از دست دهند. با گفته آقای بهرمند در حال آزر روزانه بین 10 تا 15 مریض سراخ قلب برای دریافت تداوی رایگان به جمعیت علال احمر مراجع می کنند. این اداره برای ایجاد سهولت در انتقال مریضان سراخ قلب به هند اخیرا قرارداد را با شرکت هوایی کامیر امضا کرده است که بر مبنای آن اطفال مساب به این مرض و طور رایگان در پروازهای این شرکت انتقال داده می شود. وزارت صحت عامه افغانستان با امکاری وزارت های عدلیت داخله و لوی سارنوالی نخستین مرکز آزمایش دینی را در ریاست طب عدلی افتتاح کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در مراسم افتتاح این مرکز گفت ایجاد و آغاز فعالیت این مرکز گام مهمی در راستای کشف جرایم و تطبیق عدالت شمرده می شود. فیروزین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که بیش از این ماینات دی و ای به کشورهای امسایه و یا کانادا فرستاده می شود و از اینه زیادی را نیز در بر می گره. همچنان این موضوع روند قضایی پرونده ها را در ادارات لوی سارانوالی با تاخیر فراوانی روبرو میکرد. می کرد. او افزود که این مرکز قادر به تشخیص اویت افراد، اجساد سوخته و سایر موارد جنتیکی نیز می باشد. به گفته او با ایجاد این مرکز خلاهایی که در گذشته وجود داشت برطرف خواهد شد و تحولات اساسی در خدمت طب عدلی و میان خواهد آمد آقای فیروز گفت که افغانها امور کاری این مرکز را به پیش میبرند جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که در پی بررسی آزار جنسی اطفال در ولایت لوگر 18 تن توسط هیئت تحقیق سارنوالی شناسایی شده است او گفت که تاکنون هفت تن بازداشت شدن و دوسیه دو نفر آنان تکمیل و به محکمه فرستاده شده است. رسولی همچنان افزود که حکم بازداشت یازده نفر دیگر نیز صادر شده است. و ای گفته است که تاکنون کدام شواهد و مدرک در مورد ارتکاب جرم توسط کارمندان معارف به دسترس هیئت تحقیق قرار نگرفته است. از هم شماری از رسانه ها از قول منابع گزارش دادند که موسا محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر که با نشر گزارش درباره آزار و اذیت جنسی کودکان در مکاتب این ولایت خبرساز شده بود و بیرون از افغانستان رفته است منابع گفتند که این اقدام به دلیل تهدیدهای امنیتی که متوجه این فعال مدنی بود انجام شده است سازمان حف بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان که در قید پلیس این کشور قرار دارد را رها سازد شکایت رسمی که علیه آقای پشتین در شده است حاکی از آن است که هفته گذشته وی در دیره اسماعیل خان در یک جلسه بزرگ قانون اساسی پاکستان را رد کرد و گفتار توهین آمیز نسبت به دولت داشته است بازداشت منظور پشتین واکنش های را در میان کاربران شبکه های اجتماعی و سیاسون افغانستان نیز در پی داشت. رئیس جمهور غنی با انتقاد از بازداشت وی در صفحه تویترش گفته است که در زمانی که منطقه ما از وجود خشونت و افراطیت رنج میبرد دولت ها در منطقه باید از جنبش های مدنی و صلح پشتیبانی کرده و از انجام هرگونه خشونت در برابر این جنبش جلوگیری کنند. اما وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفته های رئیس جمهور غنی را در مورد آقای منظور پشتین مداخله آشکار در امور داخلی این کشور خوانده و تاکید کرده است که این اظهارات نمیتواند سبب تقویت امسایگی خوب میان دو کشور شود. کوبی براینت بسکتبالر مشهور امریکایی در پی سقوط الیکوپتر عامل در جنوب کالیفرنیا درگذشت. در این حادثه تمام پنج نفر سرنشینان این هلیکوپتر به شمول دختر 13 ساله کوبی براین کشته شدند. خبر کشته شدن این بازیکن تیم ملی بسکتبال امریکا و تیم لاس آنجلس لیکرز موجی از احساسات را در میان ورزشکاران و سلبریتی های جهان در قبال داشت. در این میان بارک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا گفته است که کوبی یک استوره در میدان ورزش بود. و از دست دادن دختر وی جیانا را نیز در داور خوانده است. کوبی براینت 20 سال دوران بازیش را در تیم لاس انجلس لیکرز در اتحادیه ملی بسکتبال گذراند. وی قهرمانی پنج دوره رقابت های اتحادیه ملی بسکتبال امریکا را نیز از آن خود کرده بود. شماره از شهروندان افغانستان در روزهای اخیر با راه اندازی کمپاین تویتری از آرزوها و امیدهای خود در صورت برقراری آتش بس و تامین سال در افغانستان گفتند. این در حال است که در تازه ترین مورد بحث اعلام کاهش خشونتها از سوی گروه طالبان مطرح گردیده است. در این میان توییت‌های های ایلا نجیب دختر دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین و عطی مهربان از فعالان مدنی در کابل که پدرش مجاهد بود و علیه حکومت نجیب جنگیده توجه زیاده را جلب کرده است. هیله نجیب در صفحه توییترش نوشته که پیاده از کابل تا میلن ولایت پکتیا می روم و بالای قبرهای آبایم و کاکایم گیریه کرده و دست بالا می کنم و دعا که دیگر هیچ اولاد در افغانستان یتیم نشود همچنان عطی مهربان که توییت ایله را باز تویت کرده است نوشته پدر من در مقابل پدر هیله جنگیده است اما من به این جمله هیله گریستم اگر جنگ تمام شود می خواهم تا جای دستم می رسد تبلیغ کنم که هیچ ایدیولوژی ارزشی یتیم کردن کودکی را بیوه کردن زنی را و بی فرزند ساختن مادری را ندارد حدود سی جوان شامل دختران و پسران با پوشیدن لباس های افغانستان برای بار نخست در یک خیابان در شهر کابل نمایش مدلینگ اجرا کردند برگزار کنندگان این نمایش می گویند که تلاش دارند با عوض کردن مکانهای نمایش از تالارها و رستورانهای سرپوشیده به جاده و خیابانها زیبایی های لباس های سنتی افغانستان را بیشتر به مردم معرفی کنند. قرار است این جوانان در ماه آینده دومین نمایش خیابانی لباس را در شهر ایراد برگزار کنند و سپس به ولایت های دیگر بروند. از میان این سی جوان پنج تن آنان دختران هستند. و اما سمیرا یوسفی یک از بانوان افغان در ایالت اوهایوی امریکا توانست لایسنس تیاره مسافربری را به دست آورد او 18 سال قبل به امریکا رفته است و اولین پروازش را که 12 سال بود هفته قبل توسط تیاره دلتا از واشنگتن به سنگاپور انجام داد از توجهتان تا این دم سپاسگزارم تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم شما را با خداوند لایزال بسپارم شاد و موفق باشید